تابع اوریج ای در نوار ریبون سربرگ فرمولا گروه فانکشن لایبرری برای مور فانکشنز کلیک میکنیم استاتیستیکال و اینجا تابع اوریج ای رو داریم. در تابع اوریج ای برخلاف اون حالتی که در تابع اوریج داشتیم، اینجا ولیو 1 ولیو 2 رو داریم. میتونیم بیایم اینجا یک سلول خالی رو به عنوان ولیو معرفی کنیم، در ولیو 2 سلول دارای داده عددی 5، در ولیو 3 10، در ولیو 4 15، در ولیو 5 اینجا 20 رو معرفی کردیم. چه اتفاقی اینجا رخ داد؟ ببینید اینجا اومده 20 به علاوه 15 به علاوه 10 به علاوه 5 و یک صفر هم اینجا داریم، اومده اینها رو با هم جمع کرده و تقسیم کرده. حالا این تقسیمی کرده تقسیم بر چه تعدادیه؟ تقسیم بر 4 یا تقسیم بر 5؟ اینجا رو ببینید 20 به علاوه 15 به علاوه 10 و به علاوه 5 میشه 50. اینجا اومده 50 رو تقسیم بر 4 کرده، 50 تقسیم بر 4 12 داریم. حالا اگر در سلول H1 من بیام اینجا یک متن رو همچون X قرار بدم و کلید انتر رو بفشارم، ببینید میانگین تغییر کرد. یعنی در تابع اوریج A حتی اگر یه داده غیر عددی همچون یک داده متنی اینجا مثل X داشته باشیم، میاد میگه 20 به علاوه 15 به علاوه 10 به علاوه 5. خب 50 به علاوه X که بی‌معناست، پس میشه همون 50. ولی در تقسیم در مخرج به جایی که بیاد 4 شمارنده رو بذاره، میاد 5 تا رو میذاره، میگه ما اوریج A ما به این حالت بوده که 20 به علاوه 15 به علاوه 10 به علاوه 5 به علاوه X. حالا این X بی‌معنا بوده، ولی در مخرج به جای عدد 4 عدد 5 رو گذاشت. این تفاوت تابع average A با تابع average A.